یک شبی پروانگان جمع آمدند، در مضیفی طالب شم آمدند. داستان پروانه ها که یادتون هست، به دنبال شم میگشتند و توصیفات خود باز کرد وصف او در خورد فهم آغاز کرد بازگشت و دفتر خود باز کرد وصف او در خورد فهم آغاز کرد او که شم رو از دور دید و بازگشت و به توصیف نشد ناقدی کو داشت در مجمع مهی گفت او را نیست از شما گهی او را نیست از شما گهی مسئول اون نشست گفت قبول نیست من که توصیفاتش غلط باشه اما نمرش قبولی نیست هنوز شد یکی دیگر گذشت از نور در شد یکی دیگر گذشت از نور در خیشتن برشم زد از دور تر هر زنان در پرتوبه مطلوب شد شم غالب گشت و مغلوب شد مغلوب شد باز گشتون مشتی راز بود از وصال شهر شرقی باز بود یکی هم برگشت تون یک مقداری مسافتی مدت زمان بیشتر رفته بود نو هم توضیحات خودش رو داشت ولی آخه تا به آخر نرفته بود بازگشت اونیز مشتی راز گفت از وصال شمع شرحی باز گفت ناقدش گفت این نشانی ای عزیز همچون دیگر نشان دادی تو نیز ناقدش گفت این نشانی ای عزیز همچون دیگر نشان دادی تو نیز خب نشانه هایی که دادی حرف هایی که دادی بیش یا کم مثل قبلی بود البته که بیشتر رفتی مسافت بیشتری پیدا کردی نوبت رسید به دیگری به آخری دیگری برخاست میشد مست مرز پای کوبان بر سر آتش میشست دیگری برخاست میشد مست مست پای کوبان بر سر آتش نشست دست و گردن گشت با آتش به هم خیش را گم کرد با او خوش به هم چون گرفت آتش ز سر تا پای او سرخ شد چون آتشی اعضای او چون گرفت آتش ز سر تا پای او سرخ شد چون آتشی اعضای او
ناقل ایشان چودی گیران دور شم با خود کرد خمره گشت نور اونکی پروانه خودش بخشی از شم شد. گفتیم پروانه در کار است و بس، کس چه داند او خبردار است و بس. آن که شد هم بی خبر هم بی اثر، از میان جمله او دارد خبر. تا نگردی بی خبر از جسم و جان، که بی خبر یا بیز جانم یک زمان. تا نگردی بی خبر از جسم و جان، که بی خبر یا بیز جانم یک زمان. داستان پروانگان که عطار به بهترین صورت اون رو بیان کرده، همون داستان فدای بیکران مجاهدین، داستان صدق و فدا، داستان آن کس که پای کوبان بر سر آتش نشست.